بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با تقدیم سلام وقت شما هموطنان عزیز. بخیر به دنیای ورزش از آریانا نیوز با ما جمشید احمدی خوش آمدین. امروز هم سومین روز رقابت‌های بیساری لیگ برتر کرکت کابل که با کیفیت عالی و به گونه زنده و قانونی از آریانا بیننده هستین، فراموش نکنین. رقابت‌های خیلی جذاب و دیدنی هست. برای بحث بیشتر همچنان جلیل احمد یعقوبی، نماینده سازمان بلک تایگر در افغانستان از ولایت باسانی هرات، روی خط اسکای با ما وصل هستند. میخوایم در رابطه با برنامه‌های ورزشی، فعالیت‌های ورزشیشون بیشتر بدونیم. آقای یعقوبی سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. سلام علیکم و رحمت الله. جناب احمدی صاحب خوبم، سعادتمندم. تشکر، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. از ورزش باسانی هرات بگوین، برنامه خوبتان چی بوده و ای که شما نماینده سازمان بلک تایگر در افغانستان هستین، سازمان کارهایش برنامه‌هایش چطور است؟ آیا علاقمندی جوانان هنوز هم در هرات به ورزش هست یا خیر؟ تشکر. با اجازه شما عرض سلام و ادب دارم مجددا خدمت شما و تمام دسترکاران تلویزیون آریانا نیوز که امروز هم باز فرصت دیگری برای ما میسر شد که در کنار شما باشیم. خیلی هم خوشحالم، تشکر از شما که فعالیت های ورزشکارا را به تصویر میکشیم. بله جناب احمدی صاحب، من سفر داشتم پیش روی در کشور جمهوری اسلامی ایران به نام خانم گلسوم حسینی را اونجگا نماینده سازمان بلک تایگر انتخاب کردیم و اونجگا معرفی کردیم در سفری که به جمهوری اسلامی داشتم، و همچنین مسابقاتی هم از بخش سازمان سپیر سواکی داشتیم که تقریبا 5 تا فایتر از بخش مهاجرین افغانی مقیم کشور ایران اونجا اشتراک داشتن که الحمدلله هر 5 تا به وزن خو مقام اول بردن. بسیار خوب. از ورزش باستانی هرات بگوین که چطور از برنامه‌ریزی خوبتان، از سمت که شما قبلا کار میکردین در ورزش از او هم کنارگیری کردین، دلیل چی بود؟ خیلی از مسئولین ورزش فکر میکنم از سمتهای خودان دور شدن و دیگه نخواستن که با ورزش و ورزشکارا باشن. تشکر جناب احمدی صاحب. واقعا ورزش به افغانستان یک کم بالت سقوط آماده، چون زیاد کسایی که به رأس ورزش هستم چی رقم باید به شما بگم، یک کمی مافیا به رأس ورزش از سابق بموندم جناب امری صاحب. خواسته های شخصی دارم حساب، یعنی به نفع شخصی اینا به آسیاب اینا آب بریزه، اگر کار کردی بزینا تو ما هم در کنار خو، اگر نکردی بالاخره یک رقم تو رو حس میکنم از کنار خو. ما هم بنا به مشکلات هایی که خود رئیس فدراسیون ورزش های رزمی هرات داشتیم، او آدم واقعا نمیفهم دل فعالیت را نداشت به فدراسیون. اکثر دوستا واقعا از این کار از یادم آزردی هم لازم هم نبود که من اینجا بگم. خب بازم شما سوال کردیم، باید جواب شما رو بدم دیگه. بنا به خواسته های از او آدم میگفت هر چیزی که من میگم، هر اجندایی که من میگذارم روی میز شما همو اندازه پیش بریم، اندازه که خود من برای شما انتخاب میکنم باید پیش بریم، شما نباید اینقدر سرکشی بکنیم. ما میرفتیم فعالیت بکنیم در بخش سازمان ها، دو سازمانه که ما فعلا فعالیت میکنیم، هم بلک تایگر هم سازمان سپیر سواکی. ما از اینا امتیازهای خوبی داریم برای ورزشکارای خود، یعنی مسابقات های بیرون، مسابقات به ترکیه ان شاء الله ارنج میشه میرین. ما سعی میکنیم که انمی مردم زج کشیده افغانستان، انمی جوانایی که عرق میریزن در همین کشور، حداقل بتونیم یک گام به زینا بردارن که اینام خوشحال باشم. و پاس همو زحمت ها و همو مشکلات هایی که میبینم، همه قدر که رنج و مشقت میبینم، ما به زینا یک سهولت داشته باشیم، خودی از اینا یک همکاری داشته باشیم. خب کسایی هستن جناب احمدی صاحب که نمیخواین اینجوری باشه، ما هم که همو 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 سیستم بم بم چیز خود اینا پیش بره. آیا خواست و پیشنهادشون بیجا بوده؟ درستیون که مجبور به این شدم که من استفا بدم، یعنی خواست و پیشنهاداتی که اونا داشتن و شما نخواستین پیش برین به این شکل، یعنی پیشنهاداتشان بیجا بوده؟ من هم فهم قضاوت از این مردم باید بکنه. پیشنهاد از اونا اینه که هیچ سازمانه، درسته سازمان ها به افغانستان فعالیت آنچنانی ندارن، ولی به کشورهای دوروبر ما و شما به کشورهای همسایه میتونن فعالیت داشته باشن. همیال سازمان سپیر سواکی ما به ایران مسابقات داشت که ما از بخش مهاجرین اونجا شاگرد تا کردیم، نتونستیم از اینجا ببریم.
در بخش پاسپورت خودی همکاری نمیکرد، برش فایترار اصلا یک رقم رایزنی میکرد که به سازمان ها باید فعالیت نداشته باشین، به سازمان ها اشتراک نباید بکنین، یک کارای میکرد خود ساخته خود خود. دیگه ما مجبور شدیم به خدا گفتیم ما خو ماییم برای این مردم، برای این ورزشکارا یک کار بکنیم، یک گام برداریم. وقتی که فایده نمیکنه، وقتی که ها دیگه همر فعالیت همر بند کرده، واقعا سنگ اندازی میکنه یادم، پس باشه که ما کنار بریم. دیگه مجبوریم، خود شما میفهمیم دیگه، لازم نیم زیاد حرف زیاد کنم. یادم اصلا هیچ آمادگی، هیچ همکاری برای فایترها ندیش که به بخش سازمان ها به کشورها برم فعالیت داشته باشم. همین حال سازمان بلک تایگر به ترکیه، شاید شما به جریان باشیم که همیتا سخت کوشش میکنه که یک برنامه ورزشی جور بکنه که فایترهای افغانستان رو بخواه، ولی فکر نکنم فیدرسیون ورزش های رزمی که به رأس همی آقای سعیدی باشه همکاری بکنه خود ما. یعنی این رقم آدم را آزار میداده. باز ما یعنی در بخش ورزش هیچ معلومات ندارن؟ معلومات دارم. من نمیفهم خواسته از اینا و هدف از اینا شخصیه، هدف از اینا چیه، به خاطر چی کارن میکنن، من نمیفهم. اونا خب معلومات ورزشی دارن، نمیتونم به زنا توهین بکنم خدای نخواسته. چی کار باید شو از دید شما آقای یعقوبی که همه چالش ها و مشکلات ها برطرف شود تا شما هم بتونید مسیر خوبی رو که در گذشته انتخاب کردین و پیش رفتین، دستاوردهای خوبی دارین و باز هم بتونین از این مسیر که خدمتگزار هستین، نماینده سازمان بلک تایگر و همچنین سازمان های دیگه و رشته های رزمی که شما نقش بارز داشتین، بتونین باز هم به نفع افغانستان، به نام افغانستان همی دستاوردهای شما رقم بخوره؟ جناب امیدی صاحب تشکر. از سوال شما جواب شما باید گفت که من تعریف خورنه میکنم، به خدا قسم من زیاد کوشش به سر امینه که برای یک افغان خو یک کار بتونم بکنم در بخش ورزش. من اصلا وقت خواسته همو برای من خوشاینده که من بتونم یک کار چشمگیری برای ورزشکار افغانستان بکنم، منتها بعضی ها مانی اونمو کارا میشن. من لازم نیه که اینجگاه یادآوری کنم، من ریاست سازمان سپیل سوکی را هم به عهده دارم که شاید یک بار دیگه هم خودشان مصاحبه داشتیم به شما بگفتم، سازمان بلک تایگر هم دارم و همچنین نماینده سبک آب کی دو هم هستم ولایت ایراد. خب من معاون فیدرسیون هم بودم که استیفا دادم، من هیئت رئیس استریت فایت هم هستم در افغانستان و عضویت شورای جهانی آب کی دو هم دارم. اینمی همه به فعالیت هم بسته بود که من فعالیت زیاد داشتم به اینجا برسیدم. من دوست دارم که تمام ورزشکار افغانستان وقتی عرق میرزم زحمت میکشم به یک جای برسم، ولی متاسفانه که کسای پیدا میشه جناب احمدی صاحب که همونجا خفه میکنه همه چیزه، هم ورزشکار هم نمیگذارم مثل همی سابق کسایی که سابق برای کار بودن، همیالی هم کسایی هستن و اماراتن ما یک عرضه دادیم، اونا هم تضمیم جدی فکر کنم نتونستم نگرفتم برای از اینا که ای آدم ها رو بتونم چنج کنم یا که عرضه ما به زینا نرسید. من فکر میکنم عرضه ما به زینا نرسید چون ما یک عرضه بدادیم که نمی آدم مانع کار و پیشرفت ورزش کارا میشه. فکر میکنم که می عرضه تا بمون داخل تربیت بدنی دیگه نرسید به مقامات بالا، مگر نه همه کسر چنج کردم، همه پستار چنج کردم، ولی می رئیس فیدرسیون بمون نمیرم. ما هم از این ورزش، از این بخش رزمی واقعا کنارگیری کردیم. چند وقت میشه که من بخش سازمان ها فعالیت میکنم، سازمان ها به افغانستان فعالیت نداره، بیرون از مرزا میرم. از نظر شما آقای یعقوبی رای حل این معضلت چی خواهد بود و شما چی برنامه روی دست خواهد گرفتین تا بتانین حداقلش از این چالش ها بیرون شوین؟ شکر احمدی صاحب عزیز، اگر کسی باشه که کنار ما رو بگیره، اگر کسی باشه که ما رو حمایه کنه، من واقعا حالا نمام از خود تعریف بکنم جلوی تلویزیون شما، من خیلی خوش دارم که فعالیت داشته باشم با تمام افغانهای عزیز خود در بخش ورزش رزمی به هر گوشه و کناری از افغانستان که عزیز ما ورزش میکنه عرق میرزه، من خوش دارم که بزیار خدمت بکنم. و منطقه امیال ما پیش روی مسابقات داریم، باز هم از بخش سپیل سوکی به جمهوری اسلامی ما میتونیم یک تیم جور کنیم از کل افغانستان برداریم ببریم اونجا که هم اینا خوش بشم، هم ملت عزیز ما خوش بشه و هم دستاورد داشته باشیم، ولی متاسفانه فکر نکنم برام کاری کنن. همین حال
مکتوب تازه انمی آقای سعیدی به فیسبوک شخصی خوبالا کرده که بله سازمان ها هیچ کس به سازمان ها فعالیت کردن نمیتونه و سازمان ها فعالیت کردن نمیتونه. صحیح ما قبول داریم افغانستان هیچ سازمان نمیتونه، ما قبول داریم، منتها میتونیم بیرون از کشور ما برای ورزشکارای خود یک خدمت کرده باشیم، اونا رو انتقال بدیم به بیرون از کشور برن برای خود فایت بکنن، برن برای خود بالاخره یک دستاورد داشته باشن. متاسفانه جلوگیری از اینکه پام میشه دیگه، ما همی امیدواریم که همکاری خود ما بشه. کوتاه به عنوان آخرین سوال، از رشته آبکیدو هم کدام خبری هست؟ آیا امکانات برای سفرهای بیرون یا مسابقات در خود ولایت زیبای هرات دارین؟ جناب عبدی صاحب، من امینه سن نماینده آبکیدو در ولایت هرات فعالیت های خود داریم به داخل هرات، منتها تضمیم کلی در بخش آبکیدو جناب میرزایی صاحب، یک دفعه دیگه هم خود شما مصاحبه داشتم، استاد گل آقا میرزایی که بنیانگذار آبکیدو در افغانستان هستن، اونا در کابل زندگی میکنن، تضمیم کلی به حساب آبکیدو به حساب مسابقات های بیرونی و داخلی اونا میتونن بگیرن. من به عنوان نماینده را به ولایت هرات فعالیت خواست خوردارم، بله ما اینجا مسابقات های داخل کلپی خورداریم، سمینار های داوری و مربیگیری خورداریم، بالاخره به داخل هرات میتونیم تضمین بگیریم، بیرون از هرات تضمین به دست جناب میرزایی صاحب است، ماستر صاحب میرزایی. سپاسگزارم جلیل احمد یعقوبی، نماینده سازمان بلک تایگر در افغانستان. انشاءالله که برنامه خوب در گذشته داشتین، باز هم پیگیری بکنین و انصراف نتین و از ورزش دور نشین، در کنار جوانان و ورزشکارهای خود بمانین. تشکر از شما جناب عمری صاحب که باز هم صدای ورزشکارا رو میشنویم، خیلی خوش شدم قربان شما، بسیار تشکر از شما و همکارا شما. سپاسگزار. سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین. ما را همراه باشین، وقفه داریم، در ادامه آقای عمر عادل احمدزی مبصر کرکت با ما هست در رابطه با بازی ها و خصوصا لیگ برتر کرکت کابل همچنان میخواییم بیشتر بدونیم. وقفه دوباره برمیگرد. دوباره خوش آمدین ادامه دنیای ورزش، ما را همراه باشین. رقابت های بیساری لیگ برتر کرکت کابل به گونه زنده و قانونی از تلویزیون آریانا تقدیم شما میشه. کسی که علاقمند به ورزش کرکت است، این رقابت ها به حضور 5 تیم برتر آغاز کردید است. برای بس بیشتر عمر عادل احمدزی مبصر کرکت با ما در رابطه با بازی های انجام شده، به خصوص 4 بازی که گذشت، ببینیم دیدگاه آقای احمدزی چی است. سلامونه خرغلست احمدزی صاحب. ډیر مننه درون احمدی صاحب تاسو ته، ډیر درون ولیدونکو سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. دیر منانا کرم آباد، از بازی های انجام شده به خصوص 4 بازی که میگذره در رقابت های بیستاری لیگ برتر کرکت کابل چیگونه بوده و چطور شما ارجوی کرده؟ بلکل کابل پریمیر لیگ، کابل غورا لیگ تر دیمه حالا دیر خروانده پتول آغا کیفیت و پتول آغا جذابیت سر روانده تر دیمه حالا که ملو بیتسی تر وست تر سر سوی دی دیر جالب بیوی، دیر نزدی لو بیوی، یاو تیم هم یاو ارخیز لو بنده کردی او دام نده چې یوازې د ملي لوبډلې لوبغاړو ښه لوبه کړې، ځوانو لوبغاړو ځانونه ښودلي دي، خپل استعداد یې ښودلی، خپل هنر یې ښودلی، او دا هغه امیدونه دي چې موږ یې لرو له دې ډول لیګونو نه. زه فکر کوم چې تر دې مهاله هماغه څه چې موږ له دې ټورنامنټه غواړو موږ ترلاسه کړي دي. ځوان لوبغاړي کافي ښه لوبېږي، ملي لوبډلې لوبغاړي هم دوی سره کافي ډېر ښه همغږي او مرسته کوي، خپل تجربې شریکوي. تر دې مهاله خورا ښه روان دی او اساسي خبره چې یاده سي، آریانا تلویزیون کله چې لوبه شروع کېږي ټول لیدونکي اوس نو د تلویزیونو تر شا ناست وي او ډېر په دقیق ډول دا لوبې کتل کېږي. خورا سخت مینوال دی لیک پیدا کړي او آریانا تلویزیون هم په ښه کیفیت دا لوبې چې خپروي، نو د لوبې هغه د خوند انسو برابر نو ډېر کړی دی. ډېره مننه. ارقام کلي چی بوده تا فعلا؟ ښه، تر اوسه خو نو څلور لوبې ترسره سوي چې هغه درې لوبو نتیجه لرلې، یوه لوبه د باران له وجې نه بې پایلې سوه، قسم لومړی اننګ یې وسو، ولې دوم اننګ کې د ډېر تیز باران په وجه سه زه خپله په میدان کې وم، باران ډېر تیز و، هغه د میدان سټپ ډېر کوشش وکړ چې میدان کور کې، کور یې هم که
ولی باران ډیر تیز و په یو ناڅاپي ډول راغی وکټ ټایم لمدا کړه چمنې هم دومره لوند که آوټ فیلډ دومره لوند و سه لوبسارانو پرې کړه وکړه سه لوبه تر سره نسی ځکه د لوبې دپاره نه لوبغالی نه پیچ او نه هم لوبغالی چمتو نه و نو په دې ترتیب هغه لوبه چې څلورمه لوبه کېدله هغه بې پایلې سوه ولې نورې لوبې لومړۍ لوبه مونږ که راواخلو یو سل شپږ اتیا منډې هدف و په لومړۍ لوبه کې چې هغه ترلاسه سو او دا ډېر ښه خبر دی چې مونږ په کورني کرکټ کې دغسې غټ هدفونه د غټو بالرانو دولت زدران غوندې بالر په خلاف عبدالعادل ډېر ښه شروع کړی و په هغه لوبه کې د داسې بالرانو په شتون کې هدف ترلاسه کړي په داسې حال کې چې ډېر ښه بیټسمینانو نور علي زدرانو دغه ډول لوبغاړي او ټیږي ولې ځوان لوبغاړي کرامت الله راځي او پرمان الله راځي هغوی بیا درېږي او صلاحت منډې ملګرتیا کوي هغه ټول پرېشر هانډل کوي او لوبه تر هغه ګټې پورې بیایي نو دې نه وښودل سوه چې مونږ څومره باکیفیته ځوان لوبغاړي لرو څومره باکیفیته او ښه کرکټ لرو نو په دې ترتیب لومړۍ لوبه نتیجه دغسې وه د دومې لوبې کې بیا دومې لوبې نتیجه او درېمه لوبه سې بیا باران بې نتیجه کړه او څلورمه لوبه چې هغه زه کوم د نړۍ د شل اوریزو کرکټ د تاریخ یو له ډېرو ښو لوبه وه چې دوه سلیخ منډې وسوې او 230 منډې هدف وټاکل سو شهزاد محمدي په کې خپل هنر وښوده یو سل اووه منډې په یو پنځه توپونو ترسره کړې متفاوته بالکل او احسان جنت هم په شپږیزو کې مونږ حضرت ځاځي سره پارټنرشیپونه کتلي وو بیا یو څه وخت لوبونه لږ څنګ ته سوی و بیا ښه راګرځېدلی په نورو لوبو کې هم ښه لوبه کړې په همدې لوبه کې څه دوی یو غټه ملګرتیا د یو سلو نوي منډو ملګرتیا یې وکړله او شهزاد محمدي سلیزه وکړه او احسان جنت اتات یا ډېرې تیزې منډې وکړلې چې وپکې شپږیزې وې نو په دې ترتیب د 230 منډو دغه هدف همداسې هم پرېنښود سیالي لوبډلې او هغوی هم همدغه هدف پسې 208 منډې وکړلې نو وبخې 204 منډې چې هغه لوبه دوی د 8 منډو په توپیر بایلوده نو په دې ترتیب تر دې مهاله ټورنمنټ ډېر ښه روان ده لیدونکي هم ډېر په جدیت او موږ ټولنیزو رسنیو کې اتصارو په جدیت او په ټول شوق او ذوق باندې لوبې اریانا ټلویزیونه ګوري او میدان کې هم ډېر خورا ښه چاپیریال هلته رامنځته سوی ده ډېر زیات لیدونکي راځي میدان ته میدان کې له نږدې نه لوبه ګوري د ملي لوبډلې لوبغاړي اکثره وخت د لوبې په آخر کې ورځي ورسره عکسونه اخلي سلفیان ورسره اخلي هغه چې دوی دپاره یو هیله ده هغه هیله هم ترسره کیږي لوبه هم ګوري او په دې ترتیب کابل پریمیر لیگ تر دغه ځایه چې رارسېدلې احمد صاحب ډېر ښه روان دی ډېر بریالی روان دی یک فرصت خیلی عالی که در این لیگ البته استعدادیابی خوب هم میشه که بزمینای خوب، بالرای خوب و اینا کیها باشن که به تعقیب یا به پشتوانه بازشکار تیم ملی اینه در آینده ها ما میتونیم که از اینا استفاده بکنیم از کیفیت بازی ها بگوین که چقدر کیفیت خوب داره نشر تلویزیون آریانا و همچنان کیفیت مدیریت برنامه‌ریزی خوب همکاران ما در کرکت بالکل زه خو دلته رازمه استا استودیو تم رازمه اول ته میدان ته زمه نو زه په ګراوند کې سستا سغه د همکارانو حسې ګورم او څومره غټ ټیم الته کار کوي او دلته ګورم چې څومره غټ ټیم کار کوي واقعا سټایل دی او دا لیدونکو پټ نه دی ګرافیک دوی ګوري دغه سی ګرافیک ډیر تاسو پاکستان کې پاکستان ډیر زیات کرکټ تاریخ لري او په ټکنالوژي کې ډیر مخ کې دی ولی زه فکر کوم په دغه کیفیت ته غدي دوی داخلي لوبې مونږ ګورو په دغه کیفیت نه خبريږي کوم ګرافیک چې تاسو همکاران چمتو کوي هغه انالایزیشن څه کوم دی د هغه ګرافیک څه کوم دی ریویو سیستم ستاسو په کې نو دا ډیر عالی دغه د اواته کمرو سره زه میدان کې وم اته کمرو سره دغه لوبې کور کیږي تر پوښښ لاندې دي هر اړخ نه هر انګل نه هر زاویې نه یوه پیښه چې د ننه په لوبه کې ترسره کیږي کامرې نیولی سي کچ کوي او نه مس کیږي دا د لیدونکو لپاره ډیر ښه خبر ده زه هلته ګورم زه چې کله میدان کې یم او ستاسو له همکارانو سره یم
واقعا آریانا ټلویزیون مننه پکار ده چې دومره ډیر زیات اهمیت یې ورکړی دی ټورنمنټ ته. ډیر غټ ټیم هلته تللی ده میدان کې، او هلته چې کوم دوی خپل سیستم ځای په ځای کړی دی، او دلته چې زه ګورم چې څومره دوی ځانګړي پروګرامونه ورته نیولي دي او ځانګړي خپرونې ورته لري، نو دې نه ښکاري چې ډېر زیات اهمیت ورته قیل سوی. آریانا ټلویزیون پر سټیج ورکړی، او دا پخپل آریانا ټلویزیون ته پر سټیج دی، ځکه چې یو باکیفیته کار بیرته تا ته هم امتیاز راوړي. نو لیدونکو هغه کیفیت ګوري، ګرافیک پخپله په تلویزیون ګوري، تصویر پخپله په تلویزیون ګوري. نو دا ډېر ښه خبر دی، د افغان کرکټ دپاره ډېر ښه خبر دی. موږ به په آینده کې هم نورې لوبې لرو، او موږ به اکثره وخت چې کله لوبې کې دي موږ به په بهرني پروډکشنونه راغوښتل، ډېرې پیسې به مم ورکولې، او هغه کیفیت چې موږ به ترې غوښتن لکه اوس چې آریانا موږ ته خپرې هغه کیفیت به نه و. له نیکه مرغه له دې وروسته که هر غټه او وړه پیښه د کرکټ یا نورو ورزشونو کېږي، یعنی دا آریانا ټلویزیون خو داسې دوی دا مدیریت لري چې هغه کور کې او په ډېر ښه ډول یې کور کې. زه فکر کوم دا به ښیي چې له دې وروسته په داخلي پروډکشنونو حساب وسي، لکه په آریانا چې دغه دلته وښود خپل مدیریت. زه ډېره مننه کوم تاسې نه هم، او لیدونکي انشاءالله خوشحاله دي. سلامت باشین. همزه چې تیمایی که بازی کردن و تیمایی که هنوزم بازی نکرده مشخص نیست، دیدگاه شما چطور است که درخشش کدام تیما خوب تر خواهد بود و از این شروع که دقت میشه یا دیدین تیم ها جایگاه خودان دارن، هر تیم میتونه درخشش خوبی داشته باشه، اما در بین تیم ها سر کدام تیم خیلی حساب میشه و این تیم چقدر باید ما سپورت بکنیم، اسپانسر کسایی که اسپانسر میشه و بتونن که این تیم جایگاه خود همیش داشته باشه؟ احمدی صاحب تر اوسه د لوبو پیل دی، زه فکر کوم چې موږ لږ وړاندې لاړ شو، بیا به موږ ته لاره ښکاره شي چې اوس کوم ټیمونو ښه نتیجه اخیستې ده او کولی شي مخکې لاړ شي، کوم ټیمونه نه شي کولی شي بل پړاو ته راشي. زه فکر کوم لږ وخت شته، تر اوسه به یو څه وخت وي، ولې زه فکر کوم تر اوسه سټارز لوبډلې دوه لوبې کړي، دوه سره یې ګټلې دي، دوی دوی ډېر ښه پیل کړی ده، موږ به یو ښه پیل ورته وایي. اوسه پورې هم مخکې تللو، یعنی موږ نسو کولی چې ووایو چې څوک مخکې تللي دي، ولې دا ده چې ډېر کومک کوي دغه دوه پرله پسې ګټې کولی شي چې بیا دوی سره په راتلونکي کې ډېره ګټه دوی ته ګټه وکړي، ځکه له شپږ ټیمونو نه څلور لوبډلې به اخره کې بیا سیم فاینل ته ځي یا نیمه پای لوبې ته. دا دغه سیستم په دې ډول مخکې ځي، او هره لوبډله چې اوس پنځه لوبډلې دي یو بل سره یوه یوه لوبه کې، یعنی هره لوبډله په لومړي پړاو کې څلور لوبې کې دوه لوبې ډېر ګټه کوي یو ټیم ته، څه دوی کولی شي بل پړاو ته لاړ شي. تر دې مهاله سټار لوبډلې ښه پیل کړی، ولې نور لوبډلو هم یوه لوبه اکثره لوبډلو کړې ده، لکه شاهین چې بیا شاهین هنټر چې بیا دوه لوبې کړې، یوه باران ورته خرابه کړې، یوه بیللې لږ بچانسي راوړله چې هغه لوبه دوی باید ګټلې وای، هغه باران ورته خرابه کړه. نو زه فکر کوم څومره دیگه هم دارند، بالکل بالکل دوه لوبې پاتې دي، او دوه لوبې که دوی وګټي بیا دوی پنځه امتیاز سي، هغه وخت بیا کولی شي چانس ولري، ځکه چې په شپږ ټیمونو کې په څلورم ځای پورې راتلل امکان شته. ولې هدف اصلي خبره دا ده، زه فکر کوم اوسه پورې ټورنمنټ پیل ده، دا لاره ډېره آغاز خوب است حتما، او بالکل زه فکر کوم انجام به هم ښه وي، انجام شم زه فکر کوم ډېر ښه پیل شوی دی، او دغه لیک بریالی کېږي زه فکر کوم. نور پانګوال او سرمایه‌ګذاران به دې ته تشویق سي چې نورې لوبې وکړي، او کرکټ بورډ به هم هغه ټورنمنټونه سي موږ ځنډېدلي لکه شپږیزه او افغان پریمیر لیګ ای پی ایل، نو د دې هغه ترسراوي ته به دوی هم بیا مټې راونغاړي، او زه فکر کوم چې د مینهوالو هغه لیوالتیا دوی وهڅوي. دقیق، ډېره مننه عمر عادل احمدزی مبصر کرکت از اینکه لطف میکنین دعوت ما رو میپذیرین و بیشتر وضاحت میتین. کسایی که علاقمند به کرکت از بیشتر میفهمن و کسایی که از کرکت آگاهی ندارن شما واضحتر میسازین که بیننده باشن، یا از طریق تلویزیون جهانی آریانا یا هم برن در استادیوم برن بازی ها را ببینن. او بالکل که کابل کی یو امکان لري خپل چې میدان ته لاړ شي وګوري، دا به ډیره ښه وي، هلته فرصت دی پیدا کیږي چې تاسو ملي ستور سره عکسونه واخلئ، هغوی له نږدې وګوري، او که احیانا نسی کولی سي میدان ته لاړ شي نو آریانا ټلویزیون تاسو ته فرصت پیدا کړي چې خپل کورونو کې وګوري، او تاسو نه مننه احمدی صاحب چې فرصت راکړئ. ډیره مننه، سپاس امتنان از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. بقیه وقتتان خوش، خدا نگهدار.